شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بینندگان ارجمند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات قبل مطالبی را درباره چگونگی قضا آوردن روزه های فوت شده خدمت شما بیان کردم. در این جلسه انشاءالله میپردازیم به بیان یکی دیگر از مطالبی که درباره روزه های بعد از ماه مبارک رمضان هست و از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید شده در این زمینه و ترغیبی وارد شده و انسان مسلمان که همیشه دنبال فرصت ها هست و دنبال دریافت فضایل هست و میخواهد که از این فرصت های طلایی به نحو احسن استفاده بکند، عمل کردن بر این مورد هم بسیار بجا و شایسته هست. موردی که میخوام خدمت شما عرض بکنم روزه گرفتن 6 روز از ماه مبارک شوال هست که روزه گرفتن این روزه ها مستحب هست و از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم همون گونه که قبلا عرض کردم ترغیب و تشویق شده. در حدیثی حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، هر کسی که ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد، یعنی کامل که روزه فرضی هست، و بعد از آن 6 روز دیگر از ماه مبارک شوال روزه بگیرد، کان کصیام الدهر، این مانند این است که یک انسانی تمام دهر را روزه گرفته باشه. این روایت صحیح هست، در صحیح مسلم این نقل شده. پس بنابراین در این روایت این قید شده که هر کسی که رمضان را روزه بگیرد، یعنی ماه مبارک رمضان را به صورت کامل روزه بگیرد و اضافه از این که ماه مبارک رمضان را روزه گرفته، بعد از آن 6 روز از ماه شوال را هم روزه بگیرد، این مانند این است که یک انسانی یک دهری را کاملا روزه گرفته باشه. منظور از دهر چی هست؟ در حدیث دیگری که حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه نقل کرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت دقیق‌تر و واضح‌تری برای ما نقل شده. ایشون می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صام رمضان، هر کسی که رمضان را روزه بگیرد. خب روزه رمضان روزه فرضی هست، همه ما شما باید روزه بگیریم، اما یک فضیلت دیگر، من صام رمضان، هر کسی که رمضان را روزه بگیرد، فشهر به 10 اشهر، این یک ماه رمضان به مثابه 10 ماه هست، یعنی هر نیکی 10 برابر می شود. پس بنابراین یک ماه رمضان را روزه گرفتی مانند این است که شما 10 ماه را کاملا روزه گرفته باشید. فشهر بعشرت اشهر و صیام 6 ایام بعد الفطر فذالک تمام صیام سنتی، و این که یک فردی بعد از فطر، یعنی بعد از روز عید الفطر که عید فطر هست و روزه گرفتنش جایز نیست، بعد از آن 6 روز را روزه بگیرند، بر همون مبنایی که یک ماه 10 ماه می شود، یعنی 10 برابر می شود، 6 روز هم در واقع 10 برابر می شود که می شوند 60 روز، 2 ماه دیگر محسوب می شوند. یعنی روزه رمضان به معنی 10 ماه روزه گرفتن و این 6 روز دیگر می شوند 2 ماه دیگر، که مجمعا این به معنی روزه گرفتن یک سال کامل هست. یعنی الله متعال با روزه گرفتن ماه مبارک رمضان و 6 روز دیگر از ماه شوال، ثواب روزه یک سال کامل را به انسان مسلمان عنایت می کند.
اما مطلبی که در اینجا مطرح هست این است که اگر فرض بکنیم که یک فردی ماه رمضان را به صورت کامل روزه نگرفته بوده، به خاطر بیماری، به خاطر مسافرت، یا مثلا زنی هست به خاطر عادت ماهیانه موفق نشده که ماه مبارک رمضان را کاملا روزه بگیرد، آیا این فرد بعد از ماه مبارک رمضان، بعد از عید الفطر، ابتدا قضای روزهای گذشتهش را به جا بیاورد بهتر هست، یا این که همین 6 روز شعبان را روزه بگیرد، نیتش چی باشد در این زمینه؟ بنابر تعبیری که در اینجا اومده در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که من صام رمضان، هر کسی که رمضان را روزه بگیرد، یعنی این که این فضیلت برای کسانی هست که ماه مبارک رمضان را کاملا روزه گرفته باشند و بعد از رمضان 6 روز اضافی را روزه بگیرند. پس بنابراین اون کسانی که در ماه مبارک رمضان به هر دلیلی، به دلیل بیماری یا به دلیل مسافرت موفق نشدند که تمام روزهای ماه مبارک رمضان را روزه بگیرند، پس بنابراین مشمول این حدیث نمی شوند، زیرا کنها ماه رمضان را کامل روزه نگرفتند. در این حدیث وارد شده که هر کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد و بعد از رمضان 6 روز را روزه بگیرد، پس بنابراین به خاطر این استدلال علما می فرمایند که بهتر و اولاتر هست که هر مسلمانی که روزهایی از ماه مبارک رمضان بر عهدهش باقی مانده، در مرحله اول اون روزهای قضایی را بیاورد که روزه رمضانش کامل بشود، یعنی 30 روز یا 29 روز رمضانش کامل بشود، که در این صورت گفته می شود که این انسان روزه ماه مبارک رمضان را کامل گرفته، من صام رمضان، این فرد هم روزه رمضان را کامل گرفته و بعد از آن 6 روز را روزه بگیرد. پس بنابراین هر کسی که رمضان را روزه بگیرد به صورت کامل و بعد از آن 6 روز از ماه شوال را روزه بگیرد، این مانند این هست که این فرد یک سال کامل را در واقع روزه گرفته باشه. منتها درباره روز عید که هست، یعنی چه اهم از روز عید فطر باشد یا روز عید قربان باشد، از نظر شرعی روزه گرفتن این دو روز جایز نیست و حرام هست، زیرا که الله متعال این دو روز را به عنوان روز شادمانی، روز خوشحالی و روز خوردن و نوشیدن و روزهای ضیافت در واقع تعیین کرده. پس بنابراین روزه گرفتن در ایام روز عید جایز نیست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می فرمایند که این نهادین یومان، اینها دو روز هستند، نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صيامهما، رسول الله صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن این دو روز شما رو نهی کردند، منع کردند که نباید در این دو روز شما روزه باشید. یوم فطرکم من صیامکم، روزی که روز عید شما هست، یعنی روز عید فطر هست که ماه مبارک رمضان تمام شده و بعد از آن شما افطار کردید، روزه رمضان در واقع به پایان رسیده، عید فطر هست. و روزه دیگر و روز دوم یوم تأکلون فیه من نسککم، و روز عید قربان هست که در عید قربان شما از نسک خودتون، از گوشتهای قربانی خودتون در واقع میخورید. این دوتا روز را الله متعال روزه گرفتنش را برای شما حرام قرار داده و نهی شد از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم، و شما این دو روز را روزه نگیرید. و بعد از گذشتن روز عید فطر شما میتوانید که 6 روز را روزه بگیرید، هم میتوانید که این 6 روز را متواتر باشند، پی در پی باشند، و 6 روز اول ماه شوال را روزه بگیرید، یا اینکه می توانید اینها را به صورت متفرق در کل ماه شوال روزه بگیرید. هر دو صورت جایز هست و انشاءالله که به صورت کلی این فضیلت را انشاءالله که تمام شما در بیابید و الله متعال روزه ماه مبارک رمضان شما را به جای 10 ماه قبول بفرماید و این 6 روز را هم به جای 2 ماه دیگر و ثواب 1 سال کامل را به شما عنایت بفرماید. منتها اصل و اولاتر اون گونه که از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فهمیده می شود که من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، هر کسی که رمضان را روزه بگیرد و بعد از آن، یعنی پشت سر رمضان، 6 روز دیگر از شوال را روزه بگیرد، این مفهوم برداشت می شود که ابتدا انسان باید روزه های قضاییش را انجام بدهد
و ادا بکند و بعد از آن 6 روز از ماه مبارک شوال رو روزه بگیرد که انشاءالله مشمول این فضیلت بزرگ قرار بگیرد. تا برنامه دیگر تمام شما رو به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.